بازم برگشتیم بیننده های عزیز تلویزیون طبی چراغ به ادامه برنامه بستان عافیت با من صفا همتی. امیدوار هستم که تا این دم ما را همراهی کرده باشین. در قسمت بعدی برنامه حاجی صاحب گل عالم در استودیو با خود داریم که ایشان حکیم طب یونانی هستند و پیرامون موضوعات طب یونانی با حلهاج آجی صاحب گل عالم صحبت می داشته باشیم. صحبت های متبقی را با جناب حکیم صاحب ادامه می دهیم. صبح بخیر، خوش آمدید به برنامه بستان عافیت. سلامت باشی. اولتر از همه سلام به شما، به دست اندرکاران برنامه و بیننده های تلویزیون تیوی چراغ. امید که بودن با ما خسته نباشی. دیگه میخواستیم در برنامه پیرامون طب یونانی به دوستان اندک معلومات بدیم، خدا کنه که باعث شوه که خدمت کرده باشیم و دوستا از طب یونانی بهره بگیرن. ما در خدمت شما. انشاءالله چرا نه. حکیم صاحب، در رابطه با اول میخوایم که سوال مطرح کنم، در رابطه با تاریخچه طب یونانی یک معلومات مختصر بتین که ای از کجا شروع شد، به کجا آمد، سلسله مراتبش اگر شما توضیح ارائه کنید. درست. طب یونانی اگر بگویم از پیدایش دنیا به این طرف همراه ما است، همراه مردم است. خب قدامت کشف دواها حدوداً از 4000 سال به این طرف که بزرگ دانشمندایی بودن در وقت و زمانش هر کسی به نوبت خود خدمت کردن، بله، زحمت کشیدن، دواها را مورد ارزیابی قرار دادن و بله، کشف کردن که چگونه به مردم خدمت بکنن. بله. و ما هم پیروان اونمو دانشمندایی هستیم که قبلا تیر شده که از دو جمله ما میتونیم نام ببریم که بزرگ مرد جالینوس بوده، بله، بزرگ مرد طب بقراط بوده، بزرگ مرد تاریخ ابو علی سینای بلخی بوده و همچنان زکریای رازی بوده، بله، و به قاره هند اگر بگویم که مدت زمان دیری نمیشه، شاید به 200 سال قدامت داشته باشه که بر همه چی بوده که بسیار زحمت های بی پایان کشیدن و همیشه وقت شب و روز در خدمت گذاری بر مردم و صحت مردم کوشیدن و همیشه وقت خواستن که صحت مردم دوباره برشان پس بیارن. بله. دیگه قدامتش فلسفه بسیار طولانی است. بله. ما نمیتونیم در اندک زمان معرفی بسیار دیگه. ما در خدمتتون. سلامت باشین. از گفته های عالی شما جناب حکیم صاحب، این سوال مطرح میکنم که چی باعث شد که شما خواستین حکیم باشین؟ خب حکمت یا طبابت یونانی معتبر است، گرچه بعض دوستا مرا سوال کردن که چطور باعث شد. خب طب خودش عالی است، هر طبی که باشه، طب یونانی باشه که در وطن ما به شکل دیگه یا به نام دیگه که طب سنتی، بله، در وزارت صحت عامه ثبت است به نام طب سنتی است. و من بعضی از مریضی های داشتم قبلا که شاید 20 سال قبل بوده باشه که زمان طالبا بود یا پیشتر از او، بعضی مشکلاتی که من داشتم مشکلات صحی خودم، مثلا اولش امو برانشیت داشتم. برانشیت من از عادی گذشته بود به برانشیت اسما و بالاخره به برانشیت مزمن تبدیل شده بود. بله. خب من بسیار زیاد زحمت های کشیدم به خاطر صحت خود. بله. اما نشد، بالاخره خارج از کشور تداوی کردم، هم نتیجه نداد. پیش خود فکر کردم، گفتم طب باید چنانه باشه که مردم نباید از وطن بیرو بره و مشکل مردم در بیرو حل شده. بیا همی جزامت میکشیم، توکل ما به خدا، میبینیم چی میشه. بله. دیگه رفتیم پشت طب. خب حدودا چیزی کم 3 سال در بر گرفت که من زحمت کشیدم و بالاخره به وزارت صحت عامه معرفی شدم. بله. باز وزارت صحت عامه از ما امتحانایی که گرفتن، باز ما فضل خداوند کامیاب شدیم، به درجه خوب کامیاب شدیم. بله. دیگه باز وزارت صحت عامه برای ما
جواز اسناد دادن که شما میتونی در خدمت جامعه باشی. بله. دیگه فعلا ما مشغول خدمت گذاری و مردم خود هستیم. انشاءالله موفق و شاد و کامگار باشه. سلامت باشه. جناب حکیم صاحب، آیا طب یونانی نیاز به تحصیل داره؟ بله، چرا نه؟ تحصیل بالخصوص در طب جایگاه خاص خود داره. چرا اگر یک کسی تحصیل نمیکنه و میای از سر چهارا یا فرض مثال آماتور به هر کاری یا به هر شغل یا به هر مسلکی آماتور می اما در طب نباید اینطور باشه. بله. طب یونانی باشه، طب سنتی باشه، طب سنتی سوزنی باشه و یا فرض مثال حتی اگر بگوییم که اونمو حجامه که بسیار یک ساده ترین چیز است، زحمت باید بکشی، باید درک بکنی که مردم در مقابل تو هست. بله. اشیا نیست. دقیقا. فرض مثال اگر انجینیر رو بگوییم یک چیزی در مقابلش است که یا فلز است یا دیگه موادی است که تخریبش کدام اهمیت نداره، اما شخص یا انسان جانب مقابلت که در مقابل طب باشه یا فرض مثال دکتر یا حکیم یا هر کسی که باشه، حیات از بسیار مهم است، صحت از مهم است. دقیقا. حتی اگر یک مویش خدای نخواسته تخریب میکنیم نمیتونیم، بسیار زیاد باید دقیق باشیم. بله. دیگه تحصیلات بسیار زیاد ضرور است. بله، سلامت باشین از گفته های عالی شما. شما چنه کدام دردا را تداوی میکنین و از کدام دواها برای مریضانتان توصیه میکنین جناب حکیم؟ خب دواها مختلف است. دواهای مختلف اگر من اینم یال مبالغه نشه بگویم، شاید ما چند وقت پیش خود یک لیست ترتیب کرده بودم که حدودا بالاتر از 85,090 دوا تنها پیش خود من موجود بوده و مثال تا بالا کردیم. دیگه بالاتر از این بسیار زیاد است. بله. اما فکر نمی کنم که یک شخص بتانه که چه گیار حساب بکنه که چقدر گیار. و مختلف دواهایی که به حساب ما توصیه میکنیم برای مریض های مختلف است، مثلا مفصل، کسایی که مشکلات مفصلی می داشته باشه، مشکلات بی اولادی می داشته باشه. بله. ما زیادتر تداوی های ما نتیجه بخش است و بسیار زیاد موفق شدیم فضل خداوند که بی اولادی هایی که بسیار طولانی مدت یک کسی طفل نداشته و همچنان مشکلات میده که بالخصوص زخم میده و ایچ پایدوری است که حال بسیار حاد است، برانشیت یا فرض مثال بگویم که به شکل زبان عامیانه نفس قیدی، این بسیار زیاد حال فعلا موسم شام است چه خدا نخواسته بعضی کسا از اینمی سینه قیدی یا چیز میرن به طرف کرونا، خداوند نگاهشان کنه، کوشش بکنن زیاف امی کرونا باز آوازیش هست دیگه، ببینیم چی میشه. بله، شیوه دومش هست. شیوه دومش هست. ما در مرحله اول کرونا به کمک پروردگار یک روزم غیر حاضر نبودیم در کار خود، ما از کرونا نترسیدیم و بسیار زیاف مردم هم از ما خوش بودن. سلامت باشین جناب حکیم. خدمت کردن نتونستیم، خب بازم کوششش کردیم. بله، شما کامگار و شاد و کامگار باشین و آرزوهای موفقیت بیشتر شما را از عزت بارگاه متعال خواهان هستم. در رابطه با این معلومات بتین جناب حکیم که فرق طب یونانی با طب معالجوی در چی هست؟ فرق چندانی نداره، اما طب معالجوی یا چیز به حساب شکل رسمی خود داره. بله. و طب یونانی شکل غیر رسمی است. طب یونانی در بعضی کشورها رواج است. بله. در اکثر کشورها طب عصری رواج است و مردم فعلا در جهان کل از طب عصری استفاده میکنند و حکومت ها همیشه وقت پشتیبانیشان از طب عصری است. اما طب یونانی هم در تا جای اگر بگویم در کنار طب عصری پیش میره، انشالله مبالغه نخواد کرده باشیم. بله. صرف در بخش جراحی و یا چیزایی که مربوط طب عصری میشه که طب یونانی نداره و اگر دولت ها بخواه انشالله که امور هم دسترسی داره. بله. که بالخصوص من یک مثالش براتون میگم، بواسیر است، دکتر صاحبا شق میکنن به شکل عملی جراحی. بله. پیش میرن، طب یونانی همچنان به شکل جراحی میتونن بکشن با وسیله از مو کار باید بکنن، میتونن که با وسیله ریشه و کلش ختم میشه. بله.
اما چون اجازهش نداره طب یونانی دیگه بنا نمیتونند که دست بزنند این کار. اما با دواها فعلا بسیار خوب نتیجه بخش است، با دواها خوب تداوی شده، خوب نتیجه داده. دیگه خدا بکنه که در وطن ما امی طب یونانی که فعلا رایج است، فعلا مردم اعتبار پیدا کرده سرش و مردم بسیار زیاد فضل خداوند صحتیاب شده، دیگه امید است که بعدا هم چیزی پیش بره و دولت هم کمک بکنه انشاءالله. در رابطه به ای اگر معلومات بتین جناب حکیم که دواها، از دواها یادآوری کردین، دواهای طب یونانی طبیعی است تمامش؟ طبیعی هم است، اکثرش طبیعی است، اما فعلا به شکل پروسس از بعضی کشورها هم میایه که از جمله مثال کشور جرمنی است، بله، سوئیس است، دیگه کشورهای عربستان سعودی است، قاره هند خو اکثر طب یونانی و دواهایش استفاده میکنه، پاکستان، ایران، کشورهای نزدیک اکثر استفاده دارند. بله. دواهای طب یونانی اکثریتش طبیعی دیگه، درست است؟ اکثریتش طبیعی است و پیدا کردنش یا به دست آوردنش یک ذره زحمت کار داره. بله. حکمت یا کسی که حکیم است بسیار زحمت میکشه نسبت به یک دکتر. دکتر صاحب دوا برش تیار جور شدگی میایه، اما ما زحمت خدا میکشیم و خدا بکنه که زحمتی که میکشیم به شکل صادقانه باشه، که به غیر صادقانه یا فرض مثال به شکلی که بعضی دوستان میگن طب یونانی فریب میته، اونطور یک چیزی نیست. بعضی اشخاص هست در هر جامعه، دیگه خدا کنه که کل طب یونانی اونطور نباشه. ببخشید جناب حکیم، در رشته هیچ معلومات ندارن؟ ششتن چند ترکیب طبیعی از گرفتن؟ ترکیب نادرست نباید بکنن، حداقل هیچ کتب اگر پیگیری نکردن، نرفتن، طب نخواندن، زحمت نکشن، یک کتابی را حداقل میتونن پیدا بکنن که یک دانشمند قبلی فرض مثال کار کرده، سرش زحمت کشیده، از امو روش استفاده بکنن، انشاءالله که پیش خدا و پیش رسولش و همچنان پیش ملت ملامت نمی باشن. بله. سلامت باشین جناب حکیم. در این رابطه معلومات بتین که دواهایی را که شما برای مریضان توصیه میکنین، بله، مزیریت هم داره در پروی از این که فایده هم میرسونه برای از او قسمت عضو به بدن؟ مثلا ما در دکتر صاحبایی را میبینیم که یک انتیبیوتیک هم میتر اگر سلفه داشته باشیم یا گلودرد باشیم او را درست است که خوب میکنه، اما بعض تخریبات خودم در وجود میداشته باشه. آیا طب یونانی هم این رقم دواها را میداشته باشه؟ بله، بله. اگر ساده برد بگویم، ما یک چیز داریم به نام اسفرزه که در خانه ها بسیار رواج است. اگر به شکل نادرستش استفاده شود، اثر جانبیش سر قلب است. بله. به قلب صدمه میرسانه. اگر به شکل درستش استفاده شود، هیچ مشکل نیست. مثال براتان میگم. یک کسی است، خب برز معذرت دیگه که ما در یک چیزی میگیم، ما یک آرد میخواییم برای خانگی فکر بکنیم. یک آرد ما میخواییم که خمیر بکنیم. بله. ضرورت است که آب دو اضافه شود. اگر آب نباشه، خوردن آرد مشکل است. اگر آب مخلوط شد، خمیر شد، از اون نان هم پخته میشه و هر کاری میشه. دوای یونانی هر کسی که استفاده میکنه باید بفهمه که اینی دوا یا فرض مثال اینی گیاه به اینی مرض یا مشکل خوب است، اما عوارض جانبیش باید پیدا بکنه اول. بله. پیدا نکنه مشکلات زیادی چیز است. اگر دیگه مثال برای خودت بگویم، یک چیزی ما داریم به نام سنگتیاه. بله. کسایی میگن، کسی مثال مرگ موش میگه، یا زهر برات بگویم. دقیقاً. زهر اگر به کسی پیش کنی بگویی زهر بخو، میگه دشمن ما هستی. دقیقاً. اما ما در طب اتو یک چیزی هست که اندک دوای زهری ضرورت است. بله. که ما مندازیم، مثالش یک جای است، یک دانه است، یک مفصل یک آدم پندیدگی داره، به مواد اضافه میکنیم، به وقتی که سر ما امو دانه یا فرض مثال التهاب یا پندگی میمانیم، او را برطرف میکنه. بله. بسیار خوب استفاده میشه، اما خوردن از او دیگه جواز نداره، که باز دوستا شنیدن خدا نخواسته کنه
خوردنش چیز نیست. سلامت باشین جناب حکیم صاحب. بیشتر در لابلای صحبت هایتان یادواری کردین از وزارت صحت عامه. آیا حکیم صاحبا نیاز به ثبت راجستریشن وزارت صحت عامه دارن؟ اگر داره کدام قوانین بالای شما وضع میکنه وزارت صحت عامه؟ بله چطور نه؟ وزارت صحت عامه برنامه داره به نام طب سنتی. بله. که خب او اختیار خود وزارت صحت عامه است که چه وقت میخواد ارزیابی بکنه حکیم صاحبا را. کسایی که میرن به وزارت صحت عامه ثبت و راجستر میشن، باز اونجا ثبت نام میشن، آمادگی گرفته میشه ماها. بله. یا حتی تا طول سال آماده گرفته میشه به امتحان. بله. که باید از حکیم صاحبا امتحان گرفته شوه که چی کسی ارزیابیش درست میبره او را، باز اسناد میتن که شما میتونی به جامعه‌تان خدمت بکنی. بله. و چی کسای رد میشه او دیگه اینمی حدودا مثالش 3 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد، هر وقتی که خود وزارت صحت عامه برنامه میگیره و فرصت میباشن باز همی ارزیابی را میکنن دیگه. و قوانین در طب یونانی طور است، اگر یک حکیم میره یک دواخانه جور میکنه، بعد دواخانهش به اون شکلی که دکتر صاحبای عصری دواخانه خود نظافتش مراعت میکنن، طب یونانی همچنان باید اونقدر مراعت بکنن. بله. اگر مراعت نکنن، حفظ صحه مردم در نظر نگیرن، باز وزارت صحت عامه مجبور ناگزیر یا جریمه شان میکنه. خب بله. یا احضار میشن، بعض توصیه ها برشان گفته میشه. و اگر مثالش بعضی دواهای تاریخ تیر شده یا فرض مثال جور میکنن، خود حکیم صاحب آل دوا خود جور میکنن، وزارت صحت عامه برشان میگه. خب آل فعلا خود وزارت صحت عامه چون در مشکلات کرونا گرفتار است، خداوند کرونا را از وطن ما دور کنه که بسیار زیاد مردم به تشویش و به طور حتی هراسان هستند. دیگه قوانین داره. بله. ما همیشه وقت چیزی که دستوراتی از طرف وزارت صحت عامه برای ریاست اتحادیه داده میشه، باز ریاست اتحادیه برای ما دستور میتن که شما اینی چیزا را باید مراعت بکنید. بله. خب که فعلا دقیق در یادم نیست، سال گذشته یک برنامه داشتن که سر ما زیاف چیز بود که همی حفظ صحه از طرف اتحادیه برای ما گفتش که حفظ صحه را بسیار زیاد مراعت بکنید و ما هم کوشش کردیم. زیاف مردم شکر از ما خوش هستن، جایی که ما کار میکنیم و خدمت مردم هستیم، حفظ صحه کاملا رعایت کردیم. دیگه خداوند بکنه که دوستای دیگه هم همی حفظ صحه را در نظر بگیرن و هم قوانینی که وزارت صحت عامه برشان قوانین خو فعلا وضع نکرده سر ما. بله. ما خوش هستیم از پیشان. خب بله. چیزی دستوری که دادن باید رعایت بکنن. سپاسگزار هستم جناب حکیم از حضورتان در برنامه. سلامت باشید. تشکر. بینده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه بستان عافیت. امیدوار هستم که از داشته های برنامه لذت کافی را برده باشین. تا برنامه دیگر شما را به خدای پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. الله نگهدار.